بعد از هزار سال تصویر حضرتش را دیدم. یک پوستر قشنگ، در یک طرف تجلی آقا امام عصر، یک سو ولی امر با قلب مثل سنگ. آن روزهای دور، عصر نماز و روزه و عرفان و شعر و شور، آقا برای ما یک وهم دلپذیر، یک یار دستگیر در درد و در عزا، یک قصه نور بود. اینها که آمدند در جمکران خود، یار نشسته در دل ما را با شعله فریب آتش زدند و حضرت ولایت عظما در عرش بارگاه الهی بر تخت او نشست. ایمان دیرپای همراه با امید از سینه های عاشق ما پر زد. بعد از هزار سال نایب مناب حضرت مهدی با دست های خود تصویر دلنشینش را از سینه ها زدود. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 14 خرداد، 4 ژوئن، به شما سلام میکنم. همچنان در شهر فرشتگان و همچنان گفت جعفر طیار در سفر. خب اتفاقی که افتاده، انتخابات سوریه شگفتی آوره. دنیا با این ناجوانمردی که در حق ملت سوریه کرد، به بشار اسد مجال داد تا این نمایش خونین به اصطلاح انتخابات رو به صحنه بیاره. داشتم میخوندم دیدم جمهوری ولایت فقیه، حالا مثل همه کشورهایی که میگن بله در انتخابات ناظران بین‌المللی بودن، در انتخابات سوریه هم بله ناظران بورکینافاسو، ناظران رژیم زیمبابوه، یعنی ببینید دنیا چی شده که اون از زیمبابوه باید ناظر بیاد، و البته ناظران جمهوری ولایت فقیه، اینا نظارت دارن تا انتخابات بدون دخالت دست و مطابق امنیت خانه مبارکه، مطابق نقشه امنیت خانه مبارکه بشار اسد برگزار بشه. خب اینا اسباب، واقعا اسباب تأسف و تأثر که آدم مشاهده میکنه، اینم مرتب میفته زمین، اب نداره البته، مهم نیست. و گفتن در بعضی شهرهای سوریه تعداد آدمایی که رفتن رأی بدن از تعداد کارمندانی که توی حوزه‌های رأی گیری بودن کمتر بود. خب ببینیم آقای بشار اسد مشاطه‌گری میکنه، با این مشاطه‌گریش به کجا خواهد رسید. بله مرتب آقای بشار اسد این چهره کریه خونین جنایتکارش رو هی مشاطه میکشه، ولی یه فقیه هم برای سفید و سرخاب میفرسته و مرتب این چهره بزک میشه. اما مهم نیست، آنچه که به نظر من اهمیت داره این است که در دلبری های واشنگتن برای جمهوری ولایت فقیه و جمهوری ولایت فقیه برای واشنگتن شاهد سفرهایی هستیم، از جمله آقای ژول هانتر، دستیار ارشد کلیسای نورتلند و مشاور معنوی آقای اوباما به ام القرای اسلام تهران دارالخلافه سفر کرده است. میدونید که رؤسای جمهوری ما هم، البته رفسنجانی چون اعتقادی نداشت از این حرفا نداشت و خاتمی هم به نوعی چون از این چیزا خود فرار میکرد، ولی آقای احمدی نژاد داشت، آقا تهرانی رو داشت، میگفتن صبح که میان تو دفتر ایشون دعا میخونه و فوت میکنه به رئیس جمهوری و به دستیارانش که دوچار سوء حادثه نشن. جلسات هیئت دولت هم که تشکیل میشد آقا تهرانی میمد میشست اونجا خود نصیحت میکرد. خدا را شکر که به کلاس دوم آمدیم، پارسال کمی خواندن و حساب یاد گرفتیم و حالا در خدمت آقای دکتر محمود احمدی نژاد آمدیم یاد بگیریم چگونه دولت رو به گند بکشیم، و از این کارا بود. آقای اوباما هم از اینا داره، هر وقت دلش میگیره میره میشینه زانو میزنه، دستار و بوش هم داشت و شروع میکنه و این آقای هانتر براش دعا میخونه و از جیزس میگه، از
ظهور میگه، از صلیب میگه و حالا ایشون تشریف بردن تهران. و جام نیوز که میدونید جام نیوز معرف حضورتون است، خیلی هم به بنده لطف داره، گفته که 30 نفر آمریکایی از 4 خرداد در ایران به سر میبرن و با هماهنگی مرکز گفتگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول تبادل معنویت هستند. در ایران که ماشاءالله معنویت ما خیلی زیاد داریم، اهالی معنا هم در ایران رهبرشون آقای محمد تقی مصباح یزدی، معنا در مفهوم کلش، خدا رحمت کنه بیچاره آهنگر خرم آبادی رو، اون معنای آقای محمد تقی مصباح یزدی رو به خوبی درک کرده بود. در هر حال علت دعوت از هیئت آمریکایی این است که جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از منظر ادیان ابراهیمی بسازیم و این روحانیت رو در سطح جهان گسترش بدیم، تعمیم بدیم. روحانیتی که قاضیش میاد میگه محال حکم اعدام برای تو اجرا بشه، برای خسروی، و بعد اعدامش میکنن. روحانیتی که شب به مهافرید میگن با همسرت گفتگو کن، دیدار کن، آقا نگران نباش، نامه که برای آقا هم دادیم رسوندیم، 4 صبح میان دست و پاشو میگیرن میبرن اعدامش میکنن. این معنویت و اسلام راستی نیست که آقایون برای ما آوردن و متاسفانه این تحفه‌ای که به کشور ما آمد ریشه و تیشه بر ریشه اخلاقیات و باورهای جامعه زد. بذارین یه خودو ببرم تون عقب، بریم سال 42، 14 خردادیم، فردا میشه 15 خرداد. من یه شوهر خاله ای دارم، بسیار آدم متدینی، از قدیم، از بازرگانان و بازاری ها و بسیارم معتقد و مؤمن. حالا فکر کنید بنده کلاس 8 دبیرستان، اینا هم شبا میخوان برن مسجد حاسد عزیز الله و آقای فلسفی اونجا سخنرانی، مرحوم آیت الله آقا احمد خونسالی هم خب بزرگ علمای تهران بود، در بازار گویی که اهل سیاست نبود ولی در مسجدی که امامتش رو بر عهده داشت و میرفت نماز میگذاشت و اغلب بازاری ها میومدن، آقای فلسفی سخنرانی میکرد. مرحوم علم هم نخست وزیر، مجلس هم که منحل شده بود زمان های دکتر امینی هنوز نیامده بود، مجلس این در کار نبود. خب ما میرفتیم وسط اون جمعیتی که تمام مسجد حاجی الله روی پشت بام ها توی بازار جمع شده بودن، ما زودتر میرفتیم توی مسجد جام میگرفتیم، منم کنار این شوهر خاله و برادرش میشستم، سر ما هم از اون اول بوی قرمه سبزی میداد، میشستیم و آقای فلسفی شروع میکرد. حرفای فلسفی خیلی خوب حرف میزد، فوق العاده بیان قوی داشت و در این حال آدم زبل و زرنگی بود، یعنی یه موضوع ناچیزی رو که اصلا چیزی نداره میگرفت راجبش با فلسفه بافی میکرد، حرف میزد، چه میگفت. شما هیچ وقت حرفای اونو مثلا نمیتونید مقایسه بکنید با سخنرانی که دکتر عباس مهاجرانی میکرد که یک سخنرانی علمی بود، آدم ازش یاد میگرفت، یا زنده یاد دکتر محسن بهبهانی که پر از معرفت بود، حکمت آلاقا و نمونه های دیگری که داشتیم، آقای ابن دین و مرحوم کمالی سبزواری. آقای فلسفی یه شب شروع میکرد راجب موریانه، آقا یک کتابی، این موریس مترلینگ مسیحی اسلام نداره اما میره در زندگی موریانه ها تحقیق میکنه، میبینه عجب اینا ملکه دارن، اون زیر راه راه زیر زمینی دارن، اتاق انبار دارن، چی دارن، شروع میکرد از اینا گفتن، چقدرم جذاب بود، دادم گوش میکرد، بعد میرفت کتاب مترلینگ رو میگرفت میخون، همه اینا که آقای فلسفی دیروز گفت تو کتاب مترلینگ. حالا در اون شبایی که از 10 خرداد شروع شد و ایشون میمد، تقارن پیدا کرد با حمله نیروهای پلیس و کماندو به مدرسه فیضیه. آقای
داستانم اینجوری بود که آقای خمینی سخنرانی کرد علیه اصلاحات ارضی و آزادی دادن به زنان و اون مفاد شش ماده اولیه انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید، که خب با آزادی زنان به شدت مخالفت کرد. صحبتشون هم این بود، در سوگندی که برگزیدگان انجمنهای ایالتی و ولایتی باید میخوردن قبلا ذکر شده بود به کتاب آسمانی قرآن. خب در میان این انتخاب شده ها منتخبین مسیحی هم بود، یهودی هم بود، زرتشتی هم بود، اومدن گفتن آقا به جای قرآن بذاریم کتاب آسمانی، کتاب های آسمانی، یعنی اون کتاب هایی که اسلام به رسمیت شناخته. حالا ما میگیم این کتاب ها تحریف شده دست توش بردن، ولی از نظر یک مسیحی انجیل، کتاب مقدس، براشون همونقدر قدسیت داره که قرآن برای ما داره. یا برای یهودی ها تلمود میگه همون ارزش و اعتبار قرآن رو نزد ما داره. کتاب زرتشتی ها همینطور اومدن ذکر کردن به قسم به کتاب آسمانی. آقای خمینی جنجال را انداخت که قسم به کتاب آسمانی یعنی چی؟ یعنی بهایی ها رو بیان اینجا، اونا هم بیان به کتابشون قسم بخورن، در حالی که قانون اساسی کتاب هایی رو به رسمیت میشناخت که ادیان به رسمیت شناخته شده توسط اسلام بودن. پس نمیتونست همچی چیزی واقعیت داشته باشه. به هر حال در جریان حمله به فیضیه چند طلبه کشته و چند تن زخمی شد. آقای فلسفی بالای منبر داد میزد آقای علم من تو رو استیضاح میکنم، چون مجلس نداریم و در غیاب مجلس من نماینده این مردم هستم، حق دارم تو رو استیضاح بکنم. و شروع کرد تند و تیز. بعد گفتن مامورا اومدن آقای فلسفی رو از روی پشت بام فراریش دادن رفت. دوباره ما فردا رفتیم، فردا هم رفتیم دوباره بساط نطق برپا بود و مرحوم حاج احمد خونساری نماز گذارد. بعد از او فلسفی آمد و نشست و مشغول سخنرانی شد. این بار لحن رو تندتر کرد و دونه دونه برشمرد آقای علم چرا طلبه ها رو از بالای فیضیه به داخل رودخانه انداختین؟ چرا طلبه های مجروح بیمارستان راه ندادید؟ چرا به مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما خمینی؟ اینو که گفت هورای جمعیت و صلوات و بسم الله و غیره بلند شد. آدم از ده شب بود وقتی داشتیم میمدیم یه دیستاده بودن به ما اعلامیه میدادن، که تو این اعلامیه برای اولین بار ما میدیدیم از آقای خمینی به عنوان مرجع اعلای عالم تشیع حضرت آیت الله العظما روح الله سید روح الله خمینی مدظلهی و نمیدونم خل اعلی الله فلان، و که اعلا شده بود دیگه برکت اینا. به هر روی این داستان ادامه پیدا کرد تا 15 خرداد. حالا این چند نکته هم براتون از اون طرف بگم. در برابر رویدادهایی که میشه، تظاهراتی که میشه، شاه خود رو باخته و نگرانه. علم میبینه که در این بخش از خاطراتش که هنوز نیامده منتشر نشده به این صورت و در جاهای دیگه خیلی مختصر اشاره کرده و ازش عبور کرده، علم میگه به نوعی که خلاصه به علازت گفتم که من هر اتفاقی بیفته شما منو میتونی مقصر بدونی. پس این نشون میده تا زمان علمم نخست وزیر هنوز قدرتی داشته و میتونست قدرت نمایی کنه. علم چیکار کرد؟ 14 خرداد شب شورای امنیت جلسه کرد. علم تیمسار اویسی رو آورد که فرماندار نظامی تهران شد، بگو آقا فردا این قائله باید تموم بشه. اویسی هم اومد چند تا از افسرها انتخاب کرد، از جمله سپهبد پرویز خسروانی، چهره آشنا و محبوب ورزش و بنیانگذار سازمان ورزشی تاج.
که در لندن ما هم هستند و هر از گاه محبتی هم به من میکنه و زنگ میزنن احوال پرسی میکنن و تیمسار هنوز ماشاءالله استوار و سرپاس. مأموریت به ایشون داده شد جلوی ورود اوباش و چماق به دستار از ورامین به تهران بگیره که تیمسار رفت و با کمترین تلفات و فقط یه عده دستگیری قائله رو اونجا خوابوند. در خود تهرانم آقای اویسی مرحوم علم شاه رو در فرستاد در قصر سعدآباد. دو تا تلفنچی بیرجندی از این گروبانای نیرو زمینی اینا رو گذاشت تو تلفن خونه دربار، گفت یک تلفن به شاه وصل نمیشه، هر تلفنی شد برای شاه برگردونیم بدیم به من که تو ساختمون شهرداری تو میدون توپخونه اومده بود نشسته بود. حالا رجال قدیمی کشور که از خونریزی میترسن از این شرایط نگران بودن مرتب به شاه فشار میوردن که اعلیحضرت مبادا آدم بکشید. مرحوم علا مثلا جزو اینا بود، مرحوم نجم الملک جزو اینا بود، مرحوم انتظام جزو اینا بود، همین سید جلال تهرانی جزو اینا بود و اینا رفتن پیش شاه و خیلی هم درشتی کردن که بعد از اون ماجرا شاه اینا رو نبخشید و باهاشون قهر کرد تا نزدیکای انقلاب. علم به شاه گفت قربون شما میری تو قصر بشین بریج بازی کن، بشین با خانوادت حرف بزن، اگر من موفق شدم قائله رو بخوابونیم همه یک کردیت ها رو میذاریم به حساب اعلیحضرت، اگر من شکست خوردم و قائله بالا گرفت شما منو دستگیر کنید، دستور بدید دستگیرم کنید و بگین اعدامم کنید، بگین علم مسبب تمام این بدبختی های این اسدالله علم بود، این آدم رو باید اعدام کرد، این آدم رو نباید بهش میدون داد و با این کار شما باعث میشید که هم قدرت خود رو نشون دادید، هم نشون دادید چه آدمی هستید و چقدر قدرت دارید و چه کارهایی میتونید بکنید و در این حال امنیت کشور برقرار میشه، ثبات کشور برقرار میشه و این به نفع ماست و قدرت اعلیحضرت دیگه اون وقت بالا میگه. اتفاقا همجور هم شد، یعنی بعد از ماجرای 15 خرداد شاه دیگه حاضر به تعامل با رجال قدیمی نبود، با کسانی که ذره ای از او انتقاد میکردن. 15 خرداد آمدن سرکوب کردن. مرحوم پاکروان رئیس ساواک بود، یه مرد وارسته تحصیل کرده با دانشی که زبان فرانسش و فرهنگش و فرهنگ و ادبیات فارسیش همه اینا، یه آدم حسابی، آدم رؤوف، مثل نصیری نبود، یه آدم که نمیگفت ساواک اومده که مردم بگیر ناخونشون رو بکشه، نه، اون نوع دیگری نگاهی داشت. اون هم آمد به شاه گفت که قربون برنده شد، سرکوب شد، الان موقع دلجویی از مردمه، به خصوص از کسانی که آسیب دیدن، عزیزانشون از دست دادن، خود شما باید بیاد باشون صحبت کنید. که البته شاه گوش نکرد این نصیحت رو، نصیحت بسیار مهمی بود و باید شاه گوش میکرد. علم موفق شد اومد و خب بعد از اون ماجرا هم دیدیم که شاه دیگه از علم هم خوشش نمیاد به عنوان رئیس دولت، کم کمک علم هم باید میرفت کنار تا حسن علی منصور بیاد، اون مجموعه آمریکایی زده که اون اندیشه اون تفکر داشتن، مورد حمایت دولت آمریکا هم بودن، اونها بعد میادن علم سنتگرا باید کنار میرفت. اینطور هم شد، کنار رفت و دور دور آقای منصور شد که اونم بیچاره طعمه گلوله آقای بخارایی قرار گرفت و توطئه‌ای که خیلی ها توش دست داشتن از آقای رفسنجانی که هفتیر داد به بخارایی تا دیگرانی که همراه او بودن، همین گروه مؤتلفه و آیت الله محی‌الدین انواری و یه مجموعه اینا بودن که تو این ماجرای ترور دست داشتن. و بعد از مرحوم منصورم که آقای هویدا آمد، اول کفیل نخست وزیری بود و بعدم
نخست وزیر شد و هیچ کی فکر نمی‌کرد 13 سال نخست وزیر باشه. همه میگفتن یه کاتالیزوره، یه واسطه است. فعلا اومده تا اول گفتن تو تکلیف منصور روشن بشه که بعد منصور درگذشت با وجود که عمل خیلی سنگینی روی او انجام دادن و هویدا به میدان آمد و عهده‌دار هدایت دولت شد. سرنوشت او رو هم بالاخره دست پروردگان و یاران و جانشینان همون گروه حزب ملل اسلامی و همون دار و دسته بخارایی و فدایان اسلام سرنوشت او رو تعیین کردن و هادی غفاری ناجوانمردانه با هفتیری که در دستاش رو زندانه توی حیات زندان قصر، وقتی مرحوم هویدا از زندان اومده بود بیرون وقت هواخوری بود و اون فاصله، با هفتیر گلوله‌ای در گلوی او خالی کرد. و بعد که یعنی اون حالتی که هویدا افتاده بود زمین و خون فواره میزد و التماس میکرد او رو راحت کنن، آقای غفاری فرمودن بله به زودی راحتت میکنم، رفت و دو گلوله دیگه هم شلیک کرد به مرحوم هویدا که بر زمین افتاده بود. اینا جزء عدل اسلامیه، اینا باید دقت بکنی، عدالت اسلامی در اینجاها ظاهر میشه. حالا سال روز 15 خرداد رو الان جشن میگیرن، بزرگ داشت 15 خرداد میان و مراسمی میگیرن و سخنرانی میزنن. یادم از اون سال اول انقلاب که آقای خمینی اومد و سوار بر اسب قدرت شد، چند روز قبل از 15 خرداد یه وکیلی نهاوند داشت، وکیلی مجلس، یه آخوندی بود، زنده یاد علی اکبر صفی پور، در دوره‌ای که یعنی میدونید وکالت نهاوند همیشه در اختیار خاندان ظفری بود، یه بارم که یکی دیگر رو آوردن از عهده این کار بر نیامد تا اینکه آقای صفی پور اومد. صفی پور انتخاب شد و حقا وکیل خوبی برای شهرش بود، خیلی کارا کرد، خیلی کارا کرد. یه آخوندی بود در اونجا، حیدری نامی، که امام جمعه بود و بعد اومد عضو مجلس شد که در انفجار حزب جمهوری اسلامی هم کشته شد. این به مناسبت 15 خرداد مقاله نوشت که ما تو مجله امید ایران چاپ کردیم و گفت که 15 خرداد یک حماسه است و انقلاب در اونجا کلید خورد و امام خمینی موفق شد که انقلاب رو بعد از سالها به پیروزی برسونه و هرگز خودش نمیدونست سرنوشت به او اجازه نخواهد داد که در پیروزی آقای خمینی برای مدت درازی شریک باشه، شراکت داشته باشه. سر شب به دل قصد تاراج داشت، سحر نه به تن سر نه سر تاج داشت. بله اینم از داستانه روزگار. خب دیروز رأی نهایی انتخابات مصر اعلام شد، بالاخره مصری ها آرام گرفتن، بالاخره آقای سیسی به میدان آمد که قدرت رو دیگه مشروعا کسب بکنه و بتونه به دردهای بسیار زیاد ملتش رسیدگی بکنه. نتایج نهایی رو گفتن، 47% از شهروندان مصری در انتخابات شرکت کردند. پس اینقدرم کم نبود، حالا تا 51% زمان انتخابات قبلی. و تعداد کل آرای ریخته شده به صندوق ها 25,021,000 بود که 23,264,306 رأی به عبدالرحمن سیسی داده شد که نسبتش 92.9% از کل آرا بود. آقای همدانی صباحی رقیب او فقط 734,300 رأی به دست آورد. آرای باطله از تعداد آرای او بیشتر بود. برای مردم مصر آرزوی روزگار خوش و با سعادت، امنیت و زندگی بهتر در پرتو رهبری های سیسی و آزاداندیشان مصری میکنیم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم، در خدمتون خواهم بود. درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. دبی، بهشت، بهشت ایرانیان. حالا چند تا بهشت درست شدن؟ دبی بود اول، حالا
باکو هم اضافه شده، آنتالیا که بله خیلی وقت بهشته، شمال عراق هم همینطور. و حداقل واقعا من به هموطنانم هم توصیه میکنم اگر قراره برید بیرون استراحتی بکنید، تفریح بکنید، حداقل به اربیل و سلیمانیه برید، حداقل برید به جایی که با تمام وجود به شما خوش آمد میگن. سفیر امارات در تهران آقای محمد عبید الذعابی گفته که در هفته 68 پرواز از ایران به دبی میره. تصور کنید 68 پرواز، تو هر پروازم بگیرین 200 نفر فقط باشن، ببینید چه تعداد آدم میره و چه پولی اونجا سرازیر میشه. یادم هست یه زمانی که زمان احمدی نژاد صحبت هایی شد سر بهره و سر غیره و پایین اومدن ارز و اینا، در یک ماه 88 میلیارد دلار از ایران به دبی رفت. رقم رو در نظر بگیرید. و کشور ثروتمند، به قول علیرضا میبودی گفت، از یک نفر کارشناس پرسیدم ایران در جایگاه جهانی چه جایی داره، گفت یه یک بذار و به یک کیلومتر جلو صفر بذار، این ارزش ایرانه. یه کشوری که بزرگترین منابع گاز جهان رو داره و گاز داره میسوزه و اون آبروریزی کرسنت رو برای ما میذارن، که دیروز وقتی من تو برنامه اشاره کردم که ضرری که ما دیدیم، پولی که باید باج بدی، باج دیگه، به خاطر چهار تا دوست که اومدن زیر قرارداد زدن، حالا باید بریم یه همچی باجی رو به کرسنت بدیم به عنوان کامپنسیشن، غرامت. و از این غرامت ها ما بسیار دادیم. سفارت انگلیس رو الان باید بسازن دوباره. خب چرا این کار کردین که حالا دوباره بسازید؟ و نمونه های بسیار از خطاها و اشتباه های جمهوری ولایت فقیه. همین ماجرایی که آقای علی یونسی بهش اشاره کرد، شیر و خورشید، میدونید چه ضرری به ما زد در گستره بین المللی؟ علامت شیر و خورشید در کنار هلال احمر و صلیب سرخ. بارها گفتم هر کاری اسرائیل کرد به تمام لابیاش متوسل شد که ستاره داوود هم در اونجا پذیرفته بشه، پذیرفته نشد. ایران برای خودش یک ساین داشت، یک آرم داشت، ما هم شدیم هلال احمری، برای این رفتیم بقیه قاطی بقیه کشور اسلامی، در حالی که ما در کنار اینکه اکثریت مردممون مسلمان بودن یه هویت ملی هم داشتیم که این با هویت دینیمون فرق میکرد. ولی خب در کشور ما کی داره حکومت میکنه؟ آیت الله گرگانی فرمودن طوفان تهران هشدار خداوند به مردم این شهر بود. واقعا گناه کرد در بلخ آهنگری. وقتی زلزله بم آمد، احمد خاتمی در یکی از صحبتاش گفت بله این زلزله انتقام خداوند از این مردم بی بند و بار بود، مردم بیچاره نمازخون بم باید به انتقام مردم بی بند و بار جاهای دیگه زیر آوار برن کشته بشن. این اندیشه بیمار که در توسط این رژیم داره پخش میشه توی مردم، این خرافاتی که اینا درست کردن، این مدعاهایی که اینا راه انداختن، دین مردم رو از بین برده، اعتقادات، باور، وجدان عمومی رو اصلا بی‌حس کرده، حسی دیگه وجود نداره که مردم برن تماشا کنن صحنه دار زدن رو، بچه‌شون هم رو شونه‌شون بزنن. چند تا از این تصویر رو دیدید. و این موج ضد خشونتی که در ایران ایجاد شده، اون بانوی گرامی در شهر نور و تناب دار رو از گردن قاتل پسرش برداشت، این بازگشت به هویت اصلی ایرانی است. در تمام تاریخ ایران هم بخونیم، بارها من گفتم شما نگاه بکنید، هویت ما هیچ وقت با خشونت عجین نبوده، هیچ وقت ما با خشونت ارتباط نداشتیم. اگر در دوره‌هایی هم این اتفاق افتاده، این دوره ها دوره های استثنایی بوده. باز تو خبرها می دیدم که انتخابات ریاست جمهوری در سوریه تمدید شد به علت استقبال مردم. حالا صبر کنید، 98% آرا برنده میشن. و اون وقت راجع به کرسنت گفتم، آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع اومده گفته دو وزارتخانه دیگه تکسیب کردن، 18 میلیارد
ما غرامت میدیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و مدیر کل روابط عمومی وزارت صنعت. عجیبه، وزیر میگه، مدیر کل رد میکنه و گفتن که مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت گفته که نه خیر، نتیجه نهایی پرونده هنوز صادر نشده است و پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است. آقا یه قرارداد رو بستید، زیرش زدید، مطابق تمام قوانین دنیا شما باید غرامت بدید. و این بسیار تلخ و دردناکه که ما چند بار باید بابت نادانی یک رژیم ما باید هزینه بپردازیم، و این هزینه های سنگین بر دوش ملت ما سنگینی میکنه تا این سال. راجع به 15 خرداد یه نکته دیگه یادم افتاد که بهش اشاره بکنم. در 15 خرداد شما وقتی تاریخ رو نگاه بکنید، بعد از جنگ جهانی دوم و در جریان ملی شدن نفت، یک عده ای از این افرادی که به عنوان لات ازشون یاد می شد، بعضا لات های جوان مرد بودن و لوتی بودن به اون معنای حقیقی. مثلا در جریان ملی شدن نفت بودند از اینها که جانب مصدق رو گرفتن و بودن اینهایی که اون طرف بودن و روز 28 مرداد اومدن بیرون، که فقط اسم شعبان جعفری مطرح شد در حالی که اون روز در زندان بوده، عصرش میاد بیرون. اما دو تنی که در اونجا نقش اصلی داشتن، مرحومان طیب و طاهر حاج رضایی بودن، طیب خان معروف، و اینا بودن که، و جالب اینه که طیب در موقعی که ولیعهد به دنیا اومد، تمام خیابان مولوی رو همینجوری بگیرید از اون و تا شوش برید، از این و تا گمرک، تاق نصره زد و چراغونی کرد. و همون موقع وقتی که پادشاه و همسرش به همراه ولیعهد در در بیمارستان اومدن بیرون که سوار اتومبیل بشن، اون پرید جلو، گاف کش، چه کارهای دیگه کرد که همونجا گفتن شاه اتومبیلی بهش داد که اتومبیل شهبانو بوده و این با اون اتومبیل چه پوزی میداد و تو شهر. طیب یه مدت درگیر شد، درگیری های بین او و مرحوم ناصر حسن خانی، معروف به ناصر جگرکی بود، در میدان شاه یک مغازه جگرفروشی داشت ولی کار تجارت میوه و غیره داشتن. سر تجارت موز ظاهرا پولی به طیب داده بود که موز وارد کنه، طیب وارد نکنه، این رفت به طیب چاقو زد. من هنوز یادم عکس طیب رو که چاقو خورده بود و هفتیر کشته بود دنبال اون، جلوی نخست وزیری و با نخست وزیر داشت صحبت میکرد. یعنی تا این حد طیب جایگاه ویژه‌ای داشت. تو ماجرای 15 خرداد طیب و طاهر اینا در این حال مذهبی هم بودن، وقتی عاشورا تاسوعا میشد دسته هایی را مینداختن که این دسته ها با هم رقابت میکردن از نظر تعداد علم و کتل و هجله رو سرشون و چرخشی که میزدن. من عموی مادرم مرحوم حاج میرزا باقر چیتگر در کوچه شترداران در میدان شاه یه منزلی داشتیم، اصلا یادم نمیره، بیرونی اندرونی، در 15 تا اتاق تو هم، و این دسته ها ظهر میمدن اونجا نهار میخوردن و همین آقای طیب و طاهر هم با دسته هاشون میمدن. حسین رمزون یخی بود، اونا بودن و دسته های اینا این طرف بودن. دسته که شعبان جعفری و یه عده دیگه را مینداختن، مهدی کانتوری و چند نفر دیگه، اونا یه طرف دیگر شهر بود. و طیب و طاهر در اون ماجرا علم خمینی رو برداشتن. حالا میگن دلخور بودن از شاه، از دولت، به خاطر اینکه سر جریان دعواشون با ناصر حسن خانی بهشون نرسته بودن. علی حال رفتن و اینا رو گرفتن. در دادگاه به اینا گفتن شما پول گرفتید و صحبت از این بود که عبدالناصر توسط یه فردی به نام عبدالقادر اوده که اومد در فرودگاه دستگیرش کردن و بعد بردنش در هتل رنگین کمان رینبو، در اونجا مصاحبه مطبوعاتی گذاشتم، من بچه بودم اینا تو روزنامه اون وقت میخوندم، اومد اقرار کرد که 1,000,000 دلار آورده که بده با آقای خمینی. و در دادگاه به اینا گفتن شما پول گرفتین، عبدالناصر پول داده. طیب بلند شد گفت پول گرفتیم ولی 28 مرداد. و این جمله شو من هیچ وقت یادم نمیده که تو همون موقع تو روزنامه ها چاپ شد. در حال در
15 خرداد جمعا مطابق تحقیقاتی که آقای باقی کرده و جاهای دیگه کردن، کل تعداد تلفات کمتر از 100 نفر بود و طیب و طاهر دو تن از اونها بودن که اعدام شدن. خیلی هم تلاش شد برای آزادیشون. من یادم هست که حتی نزد مرحوم آیت الله خانساری رفتن و از او خواهش کردن، رفتن قم از مراجع سلاس، مرحوم های شریعت مداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی خواستن پادرمیانی کنن، ولی ظاهرا در اون مورد قرص و محکم علم ایستاد و همینطور ساواک گفتن اینا باید اعدام بشن و اعدام شدن. و بعد از انقلاب یادمه پسرش اومد پیش آقای خمینی و خیلی تجلیل ازش کردن و اسم خیابانی رو به نامش کردن. و به هر حال داستان طیب و طاهر هم از اون داستانهای در یاد ماندنی است. بعد از اون دیگه تهران از لوتی ها کم کمک خالی شد. یعنی خود سیاست دولت این بود، قبلا در انتخابات دم اینا رو میدیدن، اینا آدم می آوردن، مراسم می گرفتن، ولی به مرور دیگه زورخونه دار شد آقای شعبان جعفری که یه زورخانه بانک ملی بود که آقای کاظم‌عینی مدیر اون بود و یکی هم مال شعبان بود. مهمانای خارجی که مدن یا زورخونه بانک ملی می‌رفتن یا زورخونه شعبان جعفری که در 15 خرداد آتیش زده بودن. بعد گریزون گرفتن، پول زیادی جمع کردن و این زورخونه رو دوباره ساختن. ولی به مرور اون کسانی که به عنوان لات و لوتی معروف بودن و هر کدوم یه بخشی از تهران زیر نگینشون بود، به مرور اینا پاک شدن و دیگه خیلی هاشون معتاد شدن، خیلی هاشون خونه نشین شدن. من یادم مصطفی زاغی مثلا پیر شده بود، استخون خشک، و یکی دو تنشون هم بودن که بعد به امریکا اومدن و یکیشون رو من اینجا دیدم که بچه امیریه بود، خیلی اصحال لطف هم به من میکرد. در همینجا توی امریکا خانه خریده بود و جلوی خونش روی قسمتی رو سردم زده بود مثل زورخونه. غروب که میشد رفقاش میرفتن اونجا ورزش باستانی میکردن و او هم طفلک در یه شرایط بدی در اینجا درگذشت. و این قصه پایان گرفت. یعنی در واقع میخوام بگم با 15 خرداد شاید دولت متوجه خطر اینا شد که اگر اینا محبت و مهر و وفاداریشون رو از این به آن منتقل بکنن میتونن خطرناک بشن و مشکلات و مصائب بسیاری در کشور ایجاد بکنن. حضورتون عرض بکنم که بله، در داستانهای دیگری که باید بشه که اشاره بکنم، در عراق این ائتلاف شیعیان که اختلاف شدید بینشون افتاده بود، اینا بالاخره جلسه کردن، با هم صحبت کردن. دیروز دو تن از سخنگویانشون که یکی به مجلس اعلای آقای عمار حکیم وابسته است و دیگری به مجموعه احرار آقای مقتدا صدر، اعلام کردن که در کل اساسنامه و میثاق این ائتلاف باید تغییرات داده بشه و به هیچ وجه حاضر به قبول آقای مالکی برای بار سوم به عنوان نخست وزیر عراق نیستن. آقای علی موسوی مشاور مالکی به ایران سفر کرده بود، در اونجا حرفایی شنید که شاید به مزاج و مزاقشون خوشایند نبود. اولا علیرغم اینکه آقای خامنه‌ای با تمام قدرت از مالکی حمایت میکنه و آقای قاسم سلیمانی در عراق به نمایندگان احزاب و شخصیت‌های عراقی گفته بود مالکی باید باشه، ولی این بار که رفت آقای موسوی در تهران، ظاهرا آقای روحانی و آقای جواد ظریف بهش گفته بودند که حتی وزیر اطلاعات آقای علوی که در ما برامون مهم یک حکومت دوست است، حتما آقای مالکی نباید باشه. این اولین شکافه که ایجاد شده. حقا میخوام بگم بین روحانی و آقای خامنه‌ای اختلافای اساسی بروز کرده، نه فقط در زمینه مسائل ایران که همین مسئله به زور به بهشت فرستادن مردم یکی از اون مقولات بود، ولی در زمینه سوریه، در زمینه عراق. برای که روحانی میبینه مانع این که بتونه روابط گسترده با عربستان سعودی با همسایگان داشته باشه، حتی امیر کویت رفت اونجا، دو روز بعدش وزیر خارجه کویت به ایران گفت حرفات باید به قولت به عمل تبدیل بشه، ما نمیتونیم به حرفات گوش بدیم.
و روحانی میبینه عملا دست و پاشو بسته. در مورد عراق هم گفتن آقا شما یه نوکر میخوان، حالا چه اصراری دارید حتما مالکی باشه، حالا یکی آقای جعفری باشه، آقای عادل عبدالمهدی باشه. ولی همیشه آقای خامنه‌ای نگرانه که عادل عبدالمهدی که یه سابقه حزبی داره، مارکسیست بوده، ماویست بوده، بعد اومده مسلمان مجلس علایی شده، این رکاب نمیده آخرش، این آخرش کار خودش رو میکنه. کمان که در عراق میبینیم کاک مسعود بارزانی سالها در ایران زندگی کرد، در دوران جنگ به همراه برادرش مرحوم ادریس بارزانی پا به پای ارتش ایران و نیروهای ایرانی میجنگیدن با صدام و کمک میگرفتن، ولی مسعود هیچ وقت استقلال و اراده خود رو نفروخت و قرص و محکم ایستاده. میگه درسته ما نمیذاریم کردستان تبدیل به صحنه‌ای بشه برای علیه شما، ولی در این حال اجازه به شما هم نمیدیم که در امور داخلی کردستان ما اینجوری دخالت بکنید. و این الان یه مسئله اساسی شده برای جمهوری اسلامی. از اون طرف رفتن گوران رو تقویت کردن که دست و بال اتحادیه میهنی رو ببندن. اتحادیه میهنی هم با نتیجه که تو انتخابات اخیر گرفت 19 کرسی موقعیت خود رو بسیار تقویت کرد و الان به همراه حزب دموکرات گروه های کوچکتر مثل جمعیت اسلامی و غیره اینا یک اکیپ بالای 60 نفر دارن که در بغداد میتونن تاثیرگذار باشن و ائتلاف اینا شیعیان مجلس اعلا و احرار، گروه آقای دکتر عیاد علاوی، گروه اسامه نجفی، اینا همه میتونن مجموعه بشن در برابر آقای به اصطلاح نوری المالکی، عزیز دیدو نور چشم آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای خیلی اشتباهات اساسی کرد. من متاسفم برای آقای خامنه‌ای، برای اینکه آقای خامنه‌ای میتونست متفاوت باشه، آقای خامنه‌ای میتونست به عنوان پدر ملت باشه. براتون بارها گفتم خاتمی روز به ایشون گفته بود قربان شما بیاین جلو بشید پدر ملت و پدر اصلاحات و مطمئن باشید ما همه جا اعلام میکنیم اصلاحات اندیشه شما بود. متاسفانه ایشون قبول نکرد. یک حرف هم از مادر عروس بشنویم، آقای شیخ علی اکبر ناطق نوری. ناطق هم داستان غریبی داره. این بیچاره وقتی رئیس مجلس شد فکر کرد هر کی رئیس مجلس بشه بعد باید رئیس جمهور بشه. آقای خامنه‌ای هم بهش وعده داد، آقای مهدوی کنی گفت نظر آقا با آقای ناطق نوریه. حتی تا شب قبل از انتخابات اسخر اعجازی و محمدی گلپایگانی هم اومدن به یاریش، ولی فردا صبح ساعت 8 معلوم شد آقای خاتمی با 20 میلیون رای انتخاباتو برده و ناطق اونجا دیگه اصلا برید، چون همه کارو کرده بود. آقای محمد جواد لاریجانی رو انتخاب کرده و وزیر خارجهش و ایشون اومده بود انگلستان مذاکره کرده بود در اون داستان لاریگه. ناطق نوری خیلی افسرده شد، یعنی دچار دپرشن شدید شد، ریش و مو هم که یک بند سفید شد، اصلا بابا نقلی رژیم جمهوری اسلامی شده بود. بعد آقای خامنه‌ای اومد یه شغل بهش داد، گفت رئیس بازرسی کل دفتر مقام معظم رهبری. خب یعنی چی؟ شما بازرسی که دارید، سازمان عدالت، دیوان عدالت اداری دارید، بازرسی دارید، تفتیش دارید، کارای این چی کار است اینجا؟ گفتم خب ایشون اومده یه نظارت عالیه داشته باشه از بالا و اراده مقام معظم رهبری رو اعمال بکنه، ولی در عمل هیچ قدرت نداشت. ناطق دید خیلی اشتباه کرده، برگشت دوباره به دامن هاشمی رفسنجانی، سعی کرد با اونا رابطش خوب بکنه، با خاتمی نشست و برخاست کرد، با اون گروه نزدیک شد، به حسن خمینی، به اون مجموعه. خب هرچه به اون طرف نزدیکتر شد از چشم اینا بیشتر افتاد و سر داستانهای افشاگری ها متهم به فساد شد، فرزندانش فاسد گفتن هستن، با جناقش آقای آخوندی همینطور. و به هر حال ناطق دیگه اون ناطقی نبود که بعدم میشه حساب میکرد خودشو از آقای خامنه‌ای بالاتر میدید. میگفت روزی که آقای خمینی برگشت توی بهشت زهرا بالای اون تخت سنگی که گذاشته بودن کنار آقا من نشسته بودم، عمامم هم افتاده بود، ریش و سرم هم سیاهی سیاه بود، همه رو سفید کردیم در راه جمهوری اسلامی، حالا دیگران بهرش رو ببرن. اینه که ناطق گفت واقعا
از چشم افتاد. حالا حرفایی که زده جالب، حالا عضو مجمع تشخیصی مصلحت دیگه اونجا کنار دست رفسنجانی، میگوید که مقابله مستقیم با بد حجابی اقدامی اشتباه است. ناطق داره میگه. بد حجابی هم نشانه اعتراض مردم به حکومت. حرف جالبیه. میگه که در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمیه خوزستان میگه که این که نیروی انتظامی یا منکرات به طور مستقیم وارد کارزار شود و به قلع و قمع دختران و پسران بپردازد برای ارشاد یا تنبیه یا مجازات اونا رو به مرکز مبارزه با فساد اخلاقی ببرد به طور کامل اشتباه است و برخی اوقات نتیجه عکس و نامطلوب دارد. او میگه چادر سر کردن تعدادی از دختران دانشجو برای نشان دادن مخالفت با حکومت شاه حالا برعکس شده. همکنون نیز جوانی اگر بخواهد مخالفت خود را با رژیم نشون بده حجاب از سر بر می‌دارد و این یه نوع اعتراض شده نسبت به حکومت. روحانی هم قبلا گفته بود که آقا جان مردم رو با زور و شلاق نمی‌شود به بهشت برد، تو گزینه ایست که باید خودت انتخاب بکنی. و جالبه رژیم آلوده سر تا پا فاسد، مثلا شما فکر کنید محسنی اژه‌ای میخواد شما رو بره به بهشت، اگر حالا افسانه با واقعیت داشته باشه بهشتی باشه، آیا خود محسنی اژه‌ای راه به اونجا داره؟ نداره. گفتن که یک آدمی سالها عبادت کرد، صبح تا شب عبادت کرد به امید بهشت و حور و غلمان، و خلاصه رفت بهشت و بعد از یه 3-4 ماهی رفت به درگاه الهی نالید که قربان ما رو لطفا برسین جهنم. گفت چرا؟ گفت این کانال جهنم که اینجا بازه، ما که نگاه بکنیم تمام این هنرپیشه‌های زیبا، تمام این آدم های درست حسابی همه اونجا، اینجا نگاه میکنیم حاج فاطمه سلطان و نمیدونم حاج آقا فلان اینا اینجا، چیه این محیطی که درست کردیم؟ گفتن چشم. بردنشون رو به محض اینکه وارد شدن یکی هیزم داغ تو چشمشون فرو کردن تو سرشون، گفت آقا پس اون چی بود اونجا نشون می؟ گفت اون برای جلب سیاح. حالا اگر جلب سیاح رو محسنی اژه‌ای بر عهده داشته باشه، تکلیف هممون معلومه که کجا نصیب ما خواهد شد. به هر روی فدراسیون جهانی روزنامه نگاران از آقای حسن نوحانی خواسته بود که روزنامه نگاران ایرانی که در ماهای اخیر بازداشت شدن آزاد بشه. به فدراسیون باید گفت آقای روحانی آیا میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. ایشون روزی که اومد وعده داده بود که حصر آقای موسوی و کروبی کردو از دوستانشن برداشته خواهد شد، ولی این حصر همچنان ادامه دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری همون تدارک چیه؟ یه احمدی نژاد پیدا میشه که میاد به قواعد رو به هم میزنه. اخیراً داستان خانه نشینی ایشون به روایتی دیگر بیان شده بود که آقای شیخ محمد یزدی تعریف کرد که من رفتم باش صحبت کردم، گفتم آقا جان کار بدی کردی تو، وقتی که آقای خامنه ای با مرحوم خمینی اختلاف داشتن سر آقای موسوی، ولی وقتی رفتیم پیش آقای خامنه ای گفتی که امام نظر دادن کاری نمیشه کرد، با بزرگواری تعامل کردن هیچی هم نگفتن. البته ایشون بی خود گفت، آقای خمینی برگشت گفت مگه آدم نداشتم شما تو مسجد، آدم داشتم شما اینجا نبودین تو مسجد بودید، بعدم شما اصلا مقوله حکومت رو نمیدونید و احکام ثانویه رو مطرح کرد. ولی آقای احمدی نژاد تمرد کرد، رسما گفت آقای احمدی نژاد گفت این مرتیکه رو من نمیخوام برای وزارت حیدر مصلحی 308. چه سریع رسیدیم به پایان برنامه. اب نداره، بقیه فردایی هم هست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما رو از استودیو ایران فردا در لس آنجلس به پروردگار عاشق می سپارم.